رسولا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلاة و السلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و علی صحبه و من والا. سلام و هزاران سلام و هزاران درود خدمت همه شما عزیزان، همه شما دوستداران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این تلاش برای داشتن پیامبر خدا در میان خودمون. پیامبر در میان ما باشه، ما از خیلی از پیشانی ها و دردسر ها و گره های کور زندگی فردی و اجتماعی و جهانی خودمون رای پیدا خواهیم کرد. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، هرگز عذاب الهی شامل اون انسان هایی که توی پیامبر من در میان اونها باشی، سیرت تو، راهکار زندگی تو، شیوه اجرایی برنامه توی پیامبر در میان اونها باشه، اونها عذاب نخواهند دید، اونها دردسر نخواهند چشید. چطور پیامبر رو در شخصی خودمون و در زندگی اجتماعی و جهانی داشته باشیم، این تلاشی است که با هم داریم برای رسیدن به این مرحله. همه دیانت ها احکام، برنامه های زیبا، نصایح گوهرباری دارند و همه نصایح اخلاقی، چگونگی همزیستی، تلاش هایی در همه دیانت ها و در همه مرام های انسانی و آسمانی است. فرق پیامبر و دین مبین اسلام با تمام ادیان و تمام شخصیت هایی که در طی تاریخ بودند این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در واقع همون پیام رستاخیز و همون برنامه سازنده ای رو که تقدیم میکنه به جامعه بشریت، اون پیام رو عملا به شیوه عملی به اجرا در میاره. دستورالعمل هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما انسان ها گذاشتن برنامه های عملی است، همش تلاشی است که ما در صحنه واقعیت اون رو میبینیم. یک نصیحتی که از این ور اون ور بگذره نیست. ما برنامه های زیادی است در با رشد تکنولوژی و رسیدن رسانه به جامعه بشری، تلاش هایی است از این سو از اون سو برای معرفی پیامبر، یک انسان کامل که همه بشریت شیفته پیامبر و راهکارهای زندگی اون و برنامه هایی که پیامبر گذاشته است. شما راهکارهای پیامبر رو در بین مسلمون ها، زندگی پیامبر رو در بین غیر مسلمون ها میبینید، در فیلم ها، در برنامه های مختلف، به شیوه های مختلف و افکار مختلفی که در جامعه اسلامی هستند به شیوه های مختلف پیامبر رو مطرح میکنند. اما بیشتر این فضا پیامبر رو به عنوان یک شخصی که ما از زندگیش حیرت زده بشیم و با یک شگفتی به پیامبر و یک محبت ساختگی به پیامبر نگاه بکنیم و به به و چه چه بگیم تقدیم میکنند. تمام اینها شاید تلاشی باشه برای جدا کردن دین و مرام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از واقعیت‌های زندگی ما. همه اونهایی که پیامبر رو در ادبیات خودشون به شیوه فرابشری معرفی میکنند و به این گونه فکر میکنند که نوعی چاپلوسی و محبت رو به پیامبر ابراز میکنند، دانسته یا نادانسته تلاش دارند که پیامبر رو از محیط جامعه ما دورش بکنن، به ما، به آیندگان بگن که آقا این پیامبر خدا بود، این با وحی و جبریل همراه بود و این پیامبر، خب ما نمیتونیم مثل اون باشیم. این سخن رو شما جاهای مختلف میشنوین و این تعارض کامل داره با مرامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باش اومده و دعوت قرآن کریم بر اون که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الگو، یعنی الگوی نیکویی برای شما آوردیم که این الگوی نیکو باید الگو برداری بشه، شما باید چون پیامبر باشید. بله، پیامبر برای ما به عنوان یک بشری از میان ما انتخاب شد و این منت الله متعال و فضل الله متعال بود که بشری رو از میان ما انتخاب کرد. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، اما ویژگی که داشت وحی الهی. خیلی ها به خصوص
مستشرقین و خیلی از اونهایی که از اونها بو گرفتن، شما میبینید کتابهایی نوشتن زندگی محمد. پیامبر رو تلاش کردن، پیامبر رو به عنوان یک فرد خارق‌العاده معرفیش بکنن. این هم یک اشتباهی دیگر، افرادی که تلاش دارن پیامبر رو از وحی جدا بکنن. نه، پیامبر یک بشری بود با سیمای بشریت، با ویژگی های بشریت به علاوه ویژگی خاص نبوت. این پیامبر از جانب خداوند متعال مدیریت میشه، در کالبد بشریتش در بین ما جامعه هست و الان اون مدیریت الهی که برای پیامبر بود به صورت کامل در اختیار ما قرار داده شده. قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و سیرت مطهر پیامبر که قرآن و سنت رو در به صورت عملی به ما نشون میده. این پیامبر رو ما در کنار خودمون داریم تا اون شخصیت والای انسانی رو ما برای جامعه خودمون، برای زندگی فردی خودمون به تصویر بکشیم. خیلی ها در مورد پیامبر نوشتند و این عقب ماندگی عقل برخی از مسلمان ها رو ما میبینیم که وقتی که یک نویسنده آمریکایی به نام مایکل هارت در 1974 کتابی رو نوشت به نام 100 شخصیت برتر تاریخی که تأثیر بسیار شگرفی رو در تاریخ بشریت داشتند و این 100 نفر رو هم به ترتیب گذاری کرد. اولین کسی که در کتابش ذکر کرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. اون پیامبر رو به عنوان پیامبر نمیشناسه، اون پیامبر رو به عنوان یک انسان خارق العاده، یک انسان نابغه که تونست یک تغییر و تحولات بزرگی رو در تاریخ بشریت ثبت کنه. گرچه که این کتابش کتاب در معیارهایی که اینها انتخاب کرده یک معیارهای کاملا زیر سوالی هست. درسته که پیامبر رو در نفر اول انتخاب کرده و خودش که مسیحی هم هست، حضرت مسیح رو نفر سوم در کتابش ذکر میکنه، نفر دوم نیوتن رو ذکر میکنه، بعد نفر چهارم بودا رو میگه و میگه که اگر بودا تعداد پیروانش از مسلمان ها کمتر نمی بودن میگفتم که بودا اوله. این معیارهایی که این آقا تو سرش داره معیارهای بسیار پوچ و بی اساسی هست که باعث شده شخصیت های جنایتکاری رو در تاریخ بشر مثل هیتلر، مثل ناپلئون بناپارت، مثل جورج واشنگتن رو از جمله شخصیت های برتر تاریخ بشر معرفی بکنه. و خیلی از مسلمان های خود باخته هم با همین کتاب رو ترجمه کردند و این ور اون ور که آقا ببینید که یک غربی داره اعترافی میکنه. اعتراف به چی؟ یعنی گویا که این آقا پیامبر رو شناخت و الان به ما میده و ما از راه این پیامبرمون رو میشناسیم. نه، باید ما برتر از این باشیم و فکرمون بسیار بالاتر از این باشه و در پی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم باشیم و اون شناخت و ساختار یک انسان کاملی که در جامعه وجود داشته باشه. خیلی زیباست وقتی که با شاعر مشرق زمین اقبال لاهوری، فیلسوف مشرق، همراه میشین و میبینید که ایشون از مولانا رومی، از مثنوی این ابیات رو به آریه گرفتن که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دام و دد ملولم و انسانم آرزوست، زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود جسته این ما، گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. این تلاش برای فردی که در سایه ارزش های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نبوغ پیدا کرده و رشد کرده و جامعه اون رو می بینن. نبود این افراد در واقع خیانتی است که بسیاری از مسلمان ها نادانسته انجام دادن در حق تاریخ بشریت، در حق بشر، که پیامبری به این عظمت خداوند متعال به اونها داده، خورشید تابان نبوت رو در اختیار دارند اما نتونستند خودشون رو بر معیارهای تربیتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تربیت کنند. این تربیتی که باعث میشه که یک انسان شعله از حرکت و تلاش بشه برای تغییر آفرینی در جامعه. مرد حق از کس نگیرد رنگ و بو، مرد حق
از حق پذیرد رنگ و بو. مرد حق رنگ و بویش رو رنگ و بوی پیامبرانه باشه، رنگ و بویی که از قرآن کریم اون رو گرفته. و اقبال میگه مرد حق جان جهان چارسوی، همه این جهان چارسوی نیاز دارن به توی مرد حق، روح جهان توی. مرد حق جان جهان چارسوی، آن به خلوت رفته را از من بگوی. به اون کسی که به گوشه خزیده و اسلام رو گرفته، انگار که مال باباش هست، گرفته و رفته یه گوشه خزیده توی یک خانقاهی، توی یک مسجدی، توی یک جایی که مال منه فقط. و هم میبینید که هم با کمال بی احترامی به وجدان جامعه بشری میگن اسلام ما، دین ما، در حالی که این اسلام برای تمام بشریت هست، این دین برای تمام بشریت هست، پیامبر ما نه، پیامبر برای تمام بشریت هست. ما تلاش داریم پیامبر رو در میان خودمون داشته باشیم و تلاش داریم به بشریت برسونیم. چقدر نیاز دارند به این پیامبر. به آن خلوت رفته رو از من بگوی، حفظ قرآن عظیم آیین توست. تو باید قرآن عظیم رو در کالبد خودت داشته باشی. حرف حق را فاش گفتن دین توست. اینی که مرد مردونه در صحنه وجود داشته باشی و جلوی هر ظالم و ستمگری وایسی و حرف حق رو بگی، این دین توست. تو کلیمی چند باش سرنگون، تو کلیمی چند باشی سرنگون، تو کلیمی مثل موسی مشت آهنین، چطور میشه که تو سرنگون بشی؟ دست خیش از آستین آور بیرون، دست خودت رو از آستینت بیار بیرون و در فضای تلاش برای تغییر و تحول آفرینی در جامعه بشریت نقش خودت رو ایفا بکن. این تلاش رو ما در طول تاریخ اسلام عزیز داشتیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه افرادی رو تربیت کردند. بعد از اون این روح مردانگی و شجاعت و تغییر آفرینی و مشت محکم بودن در پوزه ظالم، این رو در طول تاریخ ما داریم. مردهایی که همیشه با آوردن سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زندگیشون تونستند یک تغییر و تحولاتی رو فراموش کنن، تغییر و تحولاتی رو به وجود بیارن. شما اگر نگاه کنید، تمام جوامع بشر نیاز دارن به رمزهایی که باعث بشه جامعه رو به یک خودباوری برسونه. در نسل‌های جامعه یک ایمان به خود و ایمان به توانمندی رو کاشتن. همه جوامع بشری این تلاش رو دارن. همه جوامع بشری اون مردانگی و شجاعت و دلیر مردی که در میان مسلمان‌ها هست، هیچ جامعه بشری سراغ نداره. هیچ جامعه شجاعت و دلیری مسلمون رو سراغ نداره. و اون به خاطر این است که مسلمون میدونه به کجا میره. مسلمون این زندگی رو یک مرحله انتقالی میدونه و رسیدن به رضایت الله متعال رو با چشم سرش داره احساس میکنه، میبینه. برای همین شهادت در راه خدا براش یک عزت و افتخار هست. زندان وقتی میره، زندان در راه خدا رو یک خلوت و راز نیاز برای الله میدونه و در اون لذت میبره. وقتی گردنش در راه خدا زده میشه، این رو شهادت و بزرگترین آرمانش میدونه. وقتی که ظالم اون رو مجبور میکنه که از سرزمین خودش هجرت بکنه، میگه ملک ماست آنجا که ملک خدای ماست، و میره در سیر و سیاحت دنیا و هر جایی هم میره مثل باران. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماند که مؤمن کالمطر، انسان مؤمن مثل بارونه، هر جا که رفت نفعش رو به جامعه بشریت میرسونه. شما وقتی که یک نگرشی کوتاه در همین منطقه خودمون داشته باشیم، در پاکستان، در هندوستان، در تا برسیم به ترکستان، در چین، از این سو بریم به ترکیه، همه این کشورها، میبینید که در اونجا علمای بسیار بزرگی از سرزمین فارس، از منطقه ایران، افغانستان، تاجیکستان که این مرزهای مناطق علم و دانش بود، تا برو به بالا به سمرقند و بخارا و ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان و قزاقستان و روسیه، چون میبینید که علمایی هر جایی آثاری از عالمان این منطقه هست.
اینها کیا بودند؟ اینها اون افرادی بودند که وقتی که ظلم و ستم صفویان اومد و ملت رو مجبور کردن به هجرت، همونطوری که صفویت نوین باعث شده خیلی از عزیزان ما و علمای سرزمین های ما به این سوی و اون سو هجرت بکنن، میبینید که در چهار سوی جهان این افراد رسیدند و اونجا افرادی رو تربیت کردند، مؤلفات و نوشته هایی دارن، کتاب هایی دارن که از این ور و از اون ور زیر خاک در آورده میشه و بار دیگر زنده میشه. یعنی این مؤمن وقتی که مجبور شد به هجرت، با همون ایمان به اینی که هر جایی که ملک خدای ماست ملک ماست، رفت و نفع و خیرش رو رسون. جامعه بشریت برای همچنین افرادی تشنه اند تا اینها رو بزرگ کنند و به نسلهای بعدی برسونند تا این ملتها رشد بکنند. شما میبینید کشوری مثل فرانسه میاد یک قصه خیالاتی، یک رمانی رو درست میکنه، سه تا اسب سوار. این سه تا اسب سوار زاییده ی عقل هست، یعنی خرافه، یک خرافه و یک افسانه هست. این افسانه رو میاد اینقدر روش کار میکنه و به عنوان یک حقیقت به جامعه خودش میده که آقا شما همچنین پدرانی داشتید اینچنین نیرومند. کشوری مثل اتریش رو میگیرید که آقا کل پرچمش رو گذاشته رمز فداکاری. پرچمش چه هست؟ دو تا یک صفحه قرمز، وسطش خط سفید. این علامتش هست که آقا یک سرباز گمنامی ما داشتیم که چنین جنگید که تمام بدنش خونالود شد، تنها جایی که کمربندش بود اون به صورت محوطه کمربندش سفید بونده بود. یعنی پرچم نماده از فداکاری و دلیریست. کشوری مثل آمریکا به این عظمت و این قدرتش در مقابل یک کشور کوچولویی به نام ویتنام شکست میخوره. شکست خوردن آمریکا چه فاجعه ای بود برای آینده آمریکا، برای با روحیه از دست دادن جامعه آمریکایی، روحیهش رو از دست داد که ما مثل یک گاو بزرگ نتونستیم جلوی یک ویتنام کوچیک مقاومت بکنیم و ما رو زدن شکست دادن. اینجا مجبور شد اداره آمریکا و مجبور شد سینمای آمریکا به حرکت در بیاد و یک پهلوانی به نام رامبو درست بکنن، یک فکر خیالاتی و یک افسانه. و این افسانه رو اینقدر روش کار کردن، کیف‌های مدرسه، روی دفتر و قلم بچه‌ها رامبو رامبو، فیلم‌ها، کارتون‌ها، اینقدر روش کار کردن تا جامعه رو بقبولونن که بله شما شخصیت‌های اینچنین نیرومندی هستید و میتونید چنین باشید. و بعد از اون دیدید که سوپرمن درست کردن، سپایدرمن درست کردن، یعنی شخصیت‌های خارق‌العاده. تمام تلاش برای اینی که اینها رو به خورد جامعه خودشون بدن که آقا شما همچنین نیرومند میتونید باشید و هستید، و به خورد جامعه دیگر بدن که آقا اینها چنین نیرومندها و پهلوانهایی داشتن. و میدیدید که همین فیلم ها رامبو به تمام زبان ها ترجمه میشه، سوپرمن و سپایدرمن عکس هاش در کشورهای ما روی کیف های بچه های ما هم هست که آقا ما اینقدر نیرومند هستن، در حالی که اینها همه خرافه است، افسانه است. در حالی که ما سه تا اسب سوار واقعی رو ما داشتیم که به در اون زمان به رومیان تاختن، جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه، عبدالله ابن رواحه، کجا هستن اینها در فرهنگ ما؟ قعقا، اون شخصی که بزرگترین فیل سپاه دشمن رو به کشت، کجاست؟ زرار ابن ازور که دشمن فکر میکرد که هر این یک جنی هست و یک دیوی هست در میان مسلمان ها، و هر سپاهی که در اون زرار میومد و در میان در جلوی سپاه شیون میکشید و نعره میکشید، سپاه دشمن از نعرش فرار میکرد به این گمان که این آقا دیوی است. یا شخصیتی مثل حمزه، شیر خدا، سید الشهدا، یا شخصیتی مثل خالد ابن ولید، شمشیر بران خدا. اینا در ادبیات ما کجا هستن؟ چقدر ما اینها رو برای فرزندانمون معرفی کردیم؟ شخصیتی مثل عبدالکریم خطابی، پایه‌گذار جنگ‌های چریکی در مغرب زمین، این شخصیت رو چقدر از بچه های ما میشناسن؟ برعکس، دشمن اومد چه کار کرد؟
اومد این شخصیت های بزرگ اسلامی که تاریخ ساز بودن، مثل برادران بربروسا، خیرالدین بربروسا، کشتیران مسلمون که بزرگترین ناو دریایی اسلامی رو در تاریخ این مدیریت میکرد و رهبری میکرد، اینی که مسلمون ها رو از اندلس نجات داد، از اسپانیا نجات داد و از تیغ دشمن فراری داد. این فرد رو شما میبینید که در دشمن میاد چیکارش میکنه، از این فیلم ها میسازه. اما فیلم های چی؟ این رو به عنوان یک دزد دریایی معرفی میکنه. شما این رو میبینید حتی از در کشورهای ما هم ترجمه میشه، انسانهای نادان و ابلهی میاد و این رو به خرد بچه های ما میدن. بربروسا، خیرالدین بربروسا، مشهور به ریش قرمزش، این رو میبینید در کارتون ها، در تلویزیون ها، در فیلم ها میان که یک راهزنی هست، ریش قرمزی داره، یک پاش چوبی هست، یه چشش کور هست، یه دستش قطعه. این همون خیرالدین بربروسا هست که به عنوان یک راهزن و یک دزد دریایی به خورد ما میده، در حالی که این یکی از افتخارات جامعه انسانی و یک انسان فریخته و یک پهلوان و قهرمانی بود که چطور تلاش هست برای اینی که شخصیت‌های بزرگ اسلامی اونها خورد بشن و در مقابل شخصیت‌هایی که دشمن اونها رو می‌سازه اونها بزرگ بشن. در فضای علمی می‌بینید که شخصی به اسم عباس ابن فرناس، یک عالم بسیار وارسته، یک اولین کسی که هواپیما رو اختراع کرد و برای اولین بار در تاریخ بشریت پرید، در قرن نهم به عنوان یک دانشمند دیوونه روانی معرفی میشه. در کنار اون برادران رایت که بعد از 1000 سال، یعنی 10 قرن بعد اومدند، چون که آمریکایی بودند، اینها به عنوان مثلا مخترعان هواپیما معرفی میشن و اون عالم و اندیشمنده. و شما این رو در تمام دنیا میبینید، شما در کشورهای خودمون ببینید که به چه سیستم ویرانگری شخصیت‌های تاریخی و نبوغ علمی ما سرنگون میشه. یعنی کی میدونه در سرزمین ما، مثلا در مازندران، که بزرگترین مفسر تاریخ اسلام امام طبری از طبرستان هست، طبرستان رو اسمش رو عوض کردن مازندران تا بچه‌های ما ندونن که پدرشون کی بوده و چه انسان‌های وارسته‌ای رو ما داشتیم. علما و اندیشمندان ما از سرزمین نیشابور و از سرزمین طوس که بعدها اسمش رو کردن مشهد. جا جای خاک ما انسانهای بسیار وارسته ای رو به دنیا تقدیم کرده که نیاز هست اینها رو ما بشناسیم و به جامعه و شریعت برسونیم. این پیامی هست که سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و آوردن پیامبر در کنار ما این رو به ما میرسونه که ای انسان، تو یک سروری در این کون و مکان و خلقت الهی، تو دیگه عبد و برده و غلام حلقه به گوش ماده و ماده پرستی نیستی. تو نیای به این مرحله از ذلت و خاری خودت رو نرسون که در تلاش برای مادیگرایی و ماده پرستی باشی. تو بسیار والا و بسیار مقامت والاست. ما میبینیم که برخی از عزیزان ما خودمونشون رو میبازن در مقابل چی؟ در مقابل رشد و پیشرفت علم و اندیشه در جامعه بشری. بله، ما نیاز داریم که تلاش کنیم برای رشد جامعه بشری در همه تخصصات. جامعه بشری رو نبوغ به مرحله نبوغ و برسونیم و استعدادهای جامعه بشری رو شکوفا بکنیم. تلاش داریم و باید تلاش بکنیم که فرزندان ما در همه میدانهای تکنولوژی اول باشن. اما در این حال باید بدونیم که همه این اول شدن و همه این پیشرفت‌ها باید در پرتو ارزش‌ها و در پرتو دین و مرام انسانی باشه. اگر ما بیاییم بزرگترین تکنولوژی دنیا رو داشته باشیم و انسانیت و از روح و نیازهای روحانی غافل باشیم، چه میشیم؟ وحشی ها و ددمنش هایی
مثل این کشورهای استعمارگر که میبینید هر جا انسانها رو به چه بیرحمی میکشن. صحنه ویرانی عراق و سوریه رو همه به چشمهای خود و سر خودمون دیدیم که چطور این وحشیهای ددمنش شهرها رو ویران کردن و هزاران و میلیونها کودک و زن و انسانهای بیگناه رو در زیر آوارهای خانه هاشون دفن کردن. این همون پیشرفتی است فارغ از روح و انسانیت. اگر ما بیاییم تمام مال و منال و ثروت دنیا رو در اختیار داشته باشیم و از شناخت انسانیمون فارغ باشیم، چه فایده؟ چه افتخاری است در اینی که ما بریم روی ماه قدم بزنیم و نتونیم بفهمیم که روی زمین چطور مثل انسان زندگی کنیم. چه افتخاری در این هست که ما بتونیم بزرگترین پژوهش علمی رو به جامعه بشری تقدیم بکنیم و خودمون نتونیم مثل انسان زندگی بکنیم. اونهایی که این باروت رو اختراع کردن چه خدمت بزرگی به جامعه بشری کردن، چه راههایی که درست شد، چه کوههایی که از سر راه برداشته شد، چه تونلهایی که با همین بارود درست شد. اما وقتی که ندونستن چگونه انسان باشن، همین باروت رو استفاده کردن برای کشت و کشتار همه انسانیت. چه فایده و چه ارزشی در این هست که ما بیاییم برترین و بهترین مدارک علمی دنیا رو به دست بیاریم اما نتونیم توی خانواده خودمون مثل انسان زندگی کنیم و نتونیم سعادتمند و خوشبخت زندگی کنیم؟ پس نیاز هست در کنار رشد و تعالی در علوم انسانی و علوم طبیعت، همینطور در علوم شناخت انسانیت، در ارزش‌ها خودمون رو رشد بدیم. خداوند متعال وقتی که ما رو تشویق میکنه به خوندن، به تلاش برای رسیدن به مراحل علمی بالا، اقرا، اولین سخن خداوند با بشر، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان. اما خواندن در چه باشه؟ در راستای شناخت الله متعال. هرچه رشد و تعالی پیدا میکنی در زمینهای مختلف علمی، در به همون سطح انسانیت خودت رو بشناس، به همون سطح خود با خدای خودت آشنا بشو. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. بخون درباره انسان و کشف کن که این انسان چطور خلقت شده، چه نیازهایی داره، چه بیماری هایی داره، چه نیازهای جسمی، چه نیازهای روحی روانی، و خلقت انسان رو باش آشنا بشو. خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم. بخون و بدون که خدایت اکرمه، خدایت که است که تمام دروازه های علم و دانش رو برات باز میکنه. خدا هوای تو رو داره، خدا میخواد که تو رشد بکنی، خدا میخواد که تو از هر چیزی سر در بیاری. اما این سر در آوردن باید همگام باشه در کنار چی باشه؟ در کنار شناخت الله متعال. وقتی که خدا رو نشناختی، من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. اونهایی که دنبال دنیا هستن، ما را رو براشون باز میکنیم، بهشون ظلم نمیکنیم، چیزی سر گرهی سر کار رایشون نمیذاریم. آقا بیا هر چیزی که دلت میخواد بهش برس. اولئک الذین لهم ليس لهم فی الآخرة الا النار و حبط ما صنعوا. اینها در آخرت غیر از جهنم هیچی ندارن. و حبط ما صنعوا فیها، و هر چیزی تلاشی کردن بیهوده. و فیها و باطلا ما كانوا يعملون، و هر چیزی که انجام میدن بیهوده و بی اساس از بین میره. اینی که ما بدونیم چطور در پرتو آموزه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رشد و تعالیمون همگام باشه، نیازهای جسمانی همگام با نیازهای روحانی، همگام با نیازهای عقل و منطق، همگام با غذای قلب و عاطفه و احساسات. خیلی قصه زیبایی است که مثنوی ذکرش میکنه مولانا، اون قصه ای که هممون میدونیم که مجموعی از یا یک نحوی، یک شخص متخصص در نحو و ادبیات، کشتی رو سوار شده بود و میرفت در دریا و از اون کشتیبان بیچاره ناخدای کشتی از اون میپرسید آقا نحو بلدی؟
فاعل و مفعول و مضاف و مضاف الیه از اینا چیزی سر در میاری؟ گفت نه آقا، اولین باره میشنوم. یعنی شما هیچی از نحوه هیچی سر در نمیاری؟ اگه یه جمله واسط بگم نمیدونی فاعلش کیه، این جمله به اصطلاح قیدش کجاست، مضاف و مضاف الیه چیه، مجرورش چیه، مرفوعش چیه؟ گفت نه آقا، من اینجوری سر در نمیارم. خب تو نصف عمرت تباه شد، چیزی یاد نگرفتی، در جهالت و کور علمی هیچی اصلا سرت نمیشه. همین کشتی رفت و در یه گردابی افتاد. اون کشتیبانی که دلش شکسته بود از این اهانت این نحوی و این غروری که داشت، رو کرد به نحوی و گفت که آقای عالم برجسته و ادیب و سخنور، آیا شما شنا کردن بلدی؟ گفت نه آقا، من بلد نیستم. گفت پس بدون که تمام عمرت ضایع شد. اگه من نصف عمرم در این که نحو یاد نگرفتم صرف شده، تو همه عمرت ضایع شد که الان کشتی غرق میشه و نمیتونی خودت رو نجات بدی. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهاد آن خود پرست. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا، دل شکسته گشت کشتیبان زتاب. لیک آن دم کرد خاموش از جواب، باد کشتی را به گردابی فکند. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی ای خوش جواب ای خوب روی. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. پس نیاز هست که ما خودمون رو بشناسیم، بدونیم که این دینمون دینی هست که انسان رو میسازه و شناخت انسان و تعالی انسان به اون شکل و شمایلش نیست. انسان به اون ماده و جوهری هست که در داخل خودش داره. یه روز سهل ابن سعد ساعدی روایت میکنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خواستن درسی رو به یک آقایی بدن. نشسته بودند و از یک آقایی پرسیدند که آقا، کسی از اونجا گذشت، گفت که رأی در مورد این آقا چیه؟ گفت که این آقا خیلی انسان برجسته است تو جامعه، نام و نشانی برای خودش داده و پول و پلش بسیار زیاد است. هر جا بره خواستگاری فوراً قبول میکنن، هر جا بره برای کسی شفاعتی بکنه حرفش رو میشنون. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سکوت کردن. بعد از مدتی که شخص دیگه رد شد، گفت در مورد این آقا چه میگی؟ گفت این آقا فقیر بیچاره است. این آقا اگر به جای خواستگاری کسی اصلا در رو روش باز نمیکنه. این آقا بره ازن شفاعتی کسی رو بکنه، در مورد کسی حرفی بزنه، اصلا کسی به حرفش گوش نمیده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که یکی مثل این آقا، این آقای فقیر، این آقایی که اینجور در چشم تو هیچ هست، از این آقا، از تمام دنیا پرشه از مثل اون آقا، این بهتره. یعنی این آقا از میلیون ها انسان مثل اون برتره. این میدونه که مرام زندگی چیه، این میدونه که چطور در جامعه مثل یک انسان زندگی کنه. اون نمیدونه. این است که ما بیاییم درک کنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و قرآن کریم ما رو چطور تربیت میکنه. تربیت قرآنی تربیت عجیبی است. شما در قرآن کریم ببینید که قرآن میاد نمونه های برتر رو برای ما از بشر معرفی میکنه. قرآن میاد از حضرت ابراهیم برای ما سخن میگه و به ما میگه که آها، چون ابراهیم باشید در چی؟ در شکستن بت‌ها. اما شیوه اجراییش چون پیامبر ما اکرم صلی الله علیه وسلم باشه، نه چون ابراهیم. ابراهیم چه کار کرد؟ ابراهیم در واقع یک انقلاب رو به جامعه تزریق کرد که در مورد، در برابر هر ظلم و ستم و در برابر هر انحرافی مشت کوبنده باش در دهن ظالم ستمگر. در جایگاه قرآن این حکایت ابراهیم رو میخونیم، من جمله در سوره انبیاء آیه 51 به بعد. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتما لها عاکفون. بهشون گفت که آقا این بت‌هایی که شما خودتون انداختید جلوی اینها و اینها رو میلیسید و عبادت میکنید، این مسخره بازی چیه؟
اونا هم گفتن کالو بچت نه آبا انا حالا عابدین اینجوری برای ما اومده، پدر ما همین کار میکردن، این آقا دین نیاکان ماست. قال لقد کنتم انتم و آباؤكم فی ضلال مبین، شما و نیاکانتون در گمراهی هستید. آقا عقلتون رو واکنید ببینید که چی به چی هست، و میبینید که همین ابراهیم میاد چیکار میکنه، میاد و تبر رو میگیره و همه یه بت ها رو میشکنه. فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون، همه یه بت ها رو تیکه تیکه کرد و انداخت. و در روزی که اینها رفته بودن برای جشن و پایکوبی، وقتی برگشتن دیدن که بتکده درش باز و همه یه بت ها شکستن مگر اون بت بزرگ که تبر هم به دوش اون گذاشته شده، اون پتکی که اینها رو شکست روی بت بزرگ گذاشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اینها اومدن و ابراهیم رو مجازات کردند و بت‌های دیگری ساختند. این روحیه ابراهیمی و روحیه انقلابی در این نوجوان که خود قرآن میگه که فتن ابراهیم رو به عنوان یک نوجوان معرفی میکنه. وقتی گفتند آقا من فعل هذا به آلهتنا، کی که همچین بلایی رو سر خدایان ما آورده، گفتن که آقا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، یه نوجوانه که اینجا زیاد بت بت میکنه بهش ابراهیم میگن، اسمش فکر کنم ابراهیمه. این ابراهیم، این ابراهیم کان امه، یک امت بود. با چی؟ با اون روحیه انقلابیش، روحیه عدم سکوت در مقابل ظلم و ستم. این روحیه رو پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مراحلی که ما هستیم، مراحل رشد و تعالی عقل بشری، میاد میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مکه است و در خانه خدا 360 بت در کعبه و اطراف کعبه گذاشته شده و همه اینها رو عبادت میکنن و برای خودشون خدایانی درست کردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اینها اصلا توجه نمیکنه. پیامبر یا 13 سال در مکه رو هست و این بت ها شتکونشون هم نمیده. نمیشکندشون. پیامبر تلاش داره چیکار کنه؟ تلاش داره اون بتی رو که در عقل های مردم ساخته شده، اون بتی رو که در قلب های مردم جا پیدا کرده، اون بت رو اول بشکنه. وقتی که این تصور بت و این هیبت بت و این جایگاه این بت و این طاغوت شکسته شد، بعد از اون شکستن این خیلی آسونه. همین افراد خودشون میان این بت ها رو میشکنن. پیامبر رفتن و تا فتح مکه این بت ها همچنان موند. یعنی 13 سال اینجا، 8 سال اونجا، 21 سال، 21 سال نبوت این بت ها سر جای خودشون بود، کسی کاری بهشون نداشت. در این مدت، در این 21 سال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این بت ها رو در ذهن ها و در عقل ها شکست. همه فهمیدند که آقا اینها سنگ بیهوده ای هستند، اینها هیچ اختیاری از خودشون ندارن. آقا این همه بلاها سر ما اومد، اینو چیکار کردن؟ آقا این همه تغییر و تحولات و جذر و مدها به وجود اومد، اینا چیکار کردن؟ وقتی که بنی حنیفه از اومدن و مکه رو محاصره اقتصادی کردن، اینا چیکار کردن؟ وقتی که پیامبر و یارانش راه‌های تجارتی کاروان‌های قریش رو بستن، این بت‌ها چیکار کردن؟ هیچ کاری برامون نکردن. اینها رو در عقل‌های انسان‌ها خلع سلاح کرد. همه فهمیدن که اینها پوچ هیچن. روزی که این پیامبر مکه رو فتح کرد، همه مسلمون شدن. اونهایی که خودشون بت‌ها رو تراشیده بودن، رفتن و بت‌ها رو شکستن. این روحیه اسلام واقعی است. جامعه ما با اسلام واقعی فاصله داشت. فاصلهش به خاطر چه بود؟ به خاطر اون ظلم و ستمی که ما در جامعه خودمون داشتیم. حرکت بیداری در جامعه ما کند پیش می‌رفت، چون که ما امکانات نداشتیم. فضای رسیدن به جامعه بسیار تنگ بود و اهریمن بر مساجد و مدارس و مراکز ما سیطره کرده بود، چیره بود. ما دیدیم
در طول تاریخ ما چقدر داشتیم. بعد از صفویت یک ظلم و ستم ویرانگری در منطقه ما حاکم بود. صفویت با اون وحشیگریشون، با اون قتل و غارتشون، همچنان این روحیه صفویت و وحشیگری همچنان ادامه داشت تا به الان که قدرت گرفته و در رأس حرم دولت هست و مستانه حرکت میکنه. اما چه اتفاقی افتاده؟ در کنار این شراره، این ظلم و ستم و عربده این ظالمان مستبد حاکم بر منطقه و ولایت فقیه، نمیدونم مرجعیت، این همه بتکده ها و امامزاده ها، در کنار این چه اتفاقی افتاد؟ کسی به اینها کاری نداشته. جامعه رشد کرده، شبکه های اسلامی جامعه رو بیدار کردن، تلاش های تک و توک این ور اون ور جوون ها، جوون های بیدار، هدایت یافتگان، کتاب هاشون، میبینید که الان در جیب هر انسان مؤمنی تفسیر تابش علامه برقعی هست، کتاب های رادمهر هست و قلمداران، یکی از مفکران، مردم دارن میخوننش، مردم دارن طباطبایی و کتاب سیرتش رو میخونن. این کتاب ها و نوشته هایی که از این ور سون ور میاد، این شبکه هایی که این ور و اون ور داره تلاش میکنه، مردم نشستن دارن برنامه های شبکه جهانی نور رو تماشا میکنن، سیرت رو تماشا میکنن، قرآن رو از شبکه نور میگیرن، فتوا رو میگیرن، خدا رو در اسماء الله الحسنا دارن باش آشنا میشن. این بیداری باعث شده که مردم بیان این بت‌هایی که توی ذهنشون بود شکسته بشه. الان ما میبینیم در کل ایران زمین شما میتونید یک آخوندی رو پیدا بکنید که با این جبه و کبکبه و نمیدونم عمامش بتونه توی خیابون راه بره بدون اسکورت و بدون افرادی که ازش حمایت بکنن. یعنی این بت شکسته شد، بت مرجعیت شکسته شد. کسی که تا دیروز کسی نمیتونست بگه که آقا مرجع یعنی چی، یا بالای چشش ابرو، الان تمام جامعه داره از سلطان شکر مکارم شیرازی میگه و از جنایتهاش، جامعه داره از اون فسادی که در بیت رهبری هست سخن میگه، جامعه داره از اون فساد اخلاقی و فساد چپاول ثروتی که در مرجعیت سیستانی هست سخن میگه. تمام مراجع از چشم انسان ها افتادن، آقازاده ها و فساد و دزدی و اختلاس و چپاول ثروت ها همه جلوی چشم جامعه هست. الان این امامزاده هایی که تا دیروز هبل و لات و منات بود، امروز همه جامعه میپرسه اینا کجان؟ وقتی که به جامعه ظلم میشه اینا کجان؟ چرا امامزاده ها نمیان همین آقازاده ها رو چشاشون رو کور بکنن و دستشون رو از چپاول قطع بکنن؟ چرا این امامزاده ها نمیان مشهد و قم که بزرگترین بالاترین آمار ایدز و بیماری های جنسی رو داره جلوی اینها رو بگیرن؟ چرا این امامزاده ها نتونستن از زیر پوستین زمخت فساد در این شهرها بیان این شهرها رو ویران بکنند یا این ظالمان و این مستبدان رو سرنگون بکنند؟ پس اینها یک قبر مثل هر قبر دیگه بیشتر که نیست، یک ابهت طلا و جواهراتی که اینجا گذاشتن به خاطر اون دکانداره هاست که دکانشون رو لوکس فروشی بهتر ترمیم کردن و لوکس فروشی رو تقدیم کردن تو چشمه ها رو خیره بکنن و بتونن جیب ها رو بچاپن. پس این تغییر و تحولاتی که در جامعه به وجود اومده در واقع همون 21 سال تلاش انعکاس اون 21 تلاش سال تلاش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و دعوت توحید و دعوت الله هست که جامعه به سوی قرآن داره حرکت میکنه، جامعه به سوی شناخت رحمان داره حرکت میکنه، جامعه داره از سر نو با پیامبرش آشنا میشه و این پیامبر و این روحیه باعث شده که این جامعه از خواب گران برخیزه،
ای غنچه خوابیده چون نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز، از ناله مرغ چمن از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. این جامعه داره از خواب گران بیدار میشه و درک کرده که حقیقت و لب تمام تلاش پیامبران شکستن این بت هاست. همه ی بت هایی که ظلم و ستم رو در جامعه دارن نهادینه می کنن، همه ی بت هایی که تلاش دارن این جامعه رو ویران کنن و بچاپن، همه ی بت هایی که این فقر و فلاکت و بدبختی و بیچارگی و آوارگی رو به جامعه آوردن، همه ی بت هایی که این همه آمار بالای بیماری های روحی روانی رو باعث شدن، این همه طلاق، این همه چقدر آمار دخترهایی که فرصت ازدواج بهشون فراهم نمیشه، آمار جوانهایی که از ازدواج فراری هن به خاطر چی؟ به خاطر این قانونهای احمقانهی که این مدیریت خفته بر جامعه تحمیل کرده. همه این فساد، همه این ویرانی، همه این بدبختی، همه این نتیجه چه هست؟ نتیجه این ظلم و ستمی که اینها آوردن. نیاز هست که ما درک بکنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و سیرتش رو در زندگیمون بیاریم. سیرت پیامبر در واقع خلاصه میشه در چی؟ در راهکار کامیابی. سیرت پیامبر یعنی راه رسیدن به ساحل امنیت و سعادت. سیرت پیامبر یعنی تنها راه رسیدن به نجات و رستگاری. وقتی ما پیامبر رو در کنار خودمون پیدا می‌کنیم، در واقع داریم در از مکتب پیامبر راه چگونه برون رفت از بدبختی‌ها و فلاکت‌ها رو یاد می‌گیریم. این نیازمند این هست که ما بیاییم سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سیرت اون مکتبی که پیامبر تربیت کرده، اون دلیری و اون شجاعت و اون هیبت و اون همت رو در خودمون، در آیندگان، در نسلهامون بیدار بکنیم. این دینی که دین قهرمان پرور هست، دینی که در این ترس وجود نداره، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چشو گوشتون رو بکنید، بندگان صالح خدا، اونهایی که دوستای خدا هستند، اونهایی که بر مبنا و مرام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تربیت شدند، اینها از هیچ چیزی هراس و واهمه ای ندارند، از آینده نمی ترسند، از گذشته دلخوره ندارند، به پیش میرن، نه غم و اندوهی دارند، نه ترس و واهمه ای. یعنی چی؟ یعنی استرسی ندارند، یعنی دچار بیماری های روحی روانی نمی شند. هر جایی که شما بیماری های روحی روانی رو میبینید، هر جایی که افسردگی رو میبینید، هر جایی که استرس رو میبینید، دنبال این بگردید که این فعل امنیت نداره، احساس به امنیت نداره، جرأت و شهامت نداره. یعنی چی؟ یعنی این فرد با خداش فاصله گرفته. درمانش تو قرص و دارو نیست، درمانش تو بازگشت به سوی خداست، بازگشت به فهم چگونه زندگی کردن در پرتو سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و اینی که این افرادی که دین تربیت کرده رو به جامعه معرفی کردن. وقتی بچه های ما بشنوند از شخصی مثل حمزه، اون شیر خدا، اون پهلوان بدر، اون کسی که وقتی که اومد و ایمان آورد، اون وقتی ایمان آورد، عمر وقتی که ایمان آورد، جهشی در حرکت اسلامی به وجود اومد، مسلمون ها وقتی که عمر و حمزه ایمان آورد، باش نعره الله اکبر ریختن به داخل فضای کعبه و صراحتا نماز خوندن، بانگ اذان الله اکبر. وقتی که این فرد مؤمن میاد در پرتوی الله اکبر تربیت میشه، از چی میترسه؟ شما وقتی میایید برای فرزندانمون تعریف میکنیم آقا شخصیتی ما داشتیم مثل انس ابن نضر. انس ابن نضر کی بود؟ اصلا انس ابن بازرگان، بازرگانی بود
وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یاران رفته بودند به بدر، این آقا در سفر بازرگانیش بود. وقتی برگشت شنید که مسلمان ها رفتند، بعد دشمن اومد، به مسافه دشمن وایستادند و چنین مردانه جنگیدند و دونستند دشمن رو پوزش رو به خاک بمالند و یک معجزه بزرگی اونجا صورت گرفت و اون معجزه تجلی این انسان بود. معجزه بدر در این نیست که فرشتگان در کنار مؤمنان اومدند و برای روحیه دادن به مؤمنان حضور پیدا کردند، نه. معجزه بدر در واقع این هست که پیامبر چه انسانهایی رو تربیت کردند که فرشتگان با کمال افتخار اومدند در جایی که این انسانها یه فریخته دارن شمشیر میزنن، اون فرشته ها اومدن اونجا اعلام حضور کردن که ما هم در کنار شما هستیم. معجزه بدر در واقع ساختار انسان متعالی است. یک انسانی که خداوند بهش میگه که آقا بعد از امروز برو هر چه میخوایی تو رو بخشیدم. یعنی چه که سفید پیشا پیش خداوند متعال به اونها میده که آقا شما همه تون بهشتی هستید، هر کاری هم که دلتون کرد، هر کاری که از سرتون از شما سر زد پیشا پیش از شما بخشیده شده. یک چیز خارق از تصور. یعنی این انسان به این مرحله برسه که خداوند متعال چنین به اون اعتماد داره و بهش میگه که آقا برو هر کاری دلت میخواد پیشا پیش از تو بخشیده شده. یعنی خداوند مطمئنه که اینها دیگه از اینها به هیچ عنوان چیزی سر نمیزنه که لغزشی از دوری از بهشت رو براشون یا از رضایت الله باشه. خداوند متعال در وصف اون صحابه بگه رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند متعال از اونها راضی است. اونها از خودشون راضی هستند، هممون از خودمون راضی. همینی که خداوند متعال به ما زندگی داده، به ما کرامت و انسانیت داده و به ما نعمت هدایت به ما داده، ما از خودمون راضی هستیم. اما اینی که خدا از ما راضی بشه چه مرحله بزرگی است. این مرحله این انسان رسید. انس ابن نصر این وقتی که این قضیه رو شنید که نتونسته بود در رکاب اونها باشه، حسرت میخورد که چرا من نتونستم همچین فرصتی رو به دست بیارم، من به خاطر بازرگانی همچین فرصتی رو از دست دادم. فرمودن که اگر خداوند متعال به من یک فرصتی بده که در رکاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شمشیر بزنم، خدا خواهد دید که من چه میکنم. یعنی ببین با چه جرأتی میگه که من به خدام نشون میدم که من کیم. وقتی که مؤمنان برای احد رفته بودن، انس ابن نضر از بخت قضا باز هم در تجارتش بود، وقتی وارد روز شنبه وارد مدینه شد، وارد مدینه شد شهر خالی، مردا نیستن. آقا کجان؟ پیامبر و یاران رفتن به احد، دشمن اومده که به شهر حمله کنه. انس شترهای پر از بارش رو همینجور رها کرد، مستقیم به تر حرکت به سوی احد. وقتی رسید به احد که یک مرحله بسیار سختی رو مسلمان ها داشتن طی می‌کردن. مرحله اول مسلمان ها پیروز شده بودند، بعد از اون دشمن تونسته بود شبیخون بزنه و شایع شده بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شهید شدند. وقتی ایشون رسید دید که بعضیا گریه میکنن، بعضیا بیهوش افتادن اونور، بعضیا شمشیراشون رو انداختن و نمیدونن چیکار بکنن، همه یه جو بسیار وحشتناکی. چیتون شده؟ و از اون دور هر جای جنگ هست و صدای شیون و شمشیر دشمن. چیتون شده؟ گفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شهید شده. گفتن که پس شما چرا زندگی؟ چرا نمیرید بمیرید در همون راهی که پیامبر جان داد؟ این شایعه واقعا وحشتناک بود و تأثیر بسیار مهلکی رو بر سپاه اسلام گذاشته بود. و انس ابن نصر به سعد رو دید، سعد ابن معاذ بهش گفت که سعد به خدا سوگند من بوی بهشت رو از طرف احد احساس میکنم، و به دشمن حمله کرد. حالا انس چه با دشمن کرد این رو دوربین های تاریخ برای ما منتقل نکردن، اما نهایت
ماجرا رو برای ما آوردن که خودش بیانگر آنچه در صحنه شد رو برای ما میرسونه. در پایان جنگ وقتی که دنبال شهیدان میگشتن، انس ابن نصر رو دوستان دیده بودند که اومد. میگفتند که انس از ابتدا با ما نبود، بعد ما دیدیم که وارد شد و به من اسحاق گفت که من اما جسدش نیست. در یک گوشه یک جسدی بود که این جسد رو قیمه کرده بودن. دشمن اومده بود این رو تیکه تیکه کرده بود، نه سری مشخص میشد، نه دست و پایی، نه هیچی. حالا این از مسلمون هاست، از کافران هست، از کیه؟ دقیقا حتما از کافران نیست، چون که مسلمون با جسد کافر چنین نمی کنه. این حتما از مسلمون، اما کیه؟ خواهر انس ابن نظر از یک نشانی که روی انگشت برادرش بود اون رو شناخت. حالا خودمون تصور بکنیم که این پهلوان، این مرد مجاهد چه کار کرده بود با دشمن که دشمن اینقدر حقد و کینه برداشت که ایشون رو اینجوری تیکه تیکه کرده بود. صحنه احد صحنه رادمردی هاست. چرا فرزندان ما با انس ابن نظر آشنا نباشند؟ چرا فرزندان ما از شخصیت های تاریخ ساز یا شخصیت های پهلوانی مثل سعد ابن ربیع آشنا نشن؟ سعد ابن ربیع یکی از سرداران مدینه که در احد جام شهادت رو سر کشید، که خود پیامبر در اثنای معرکه دید که یک حمله بزرگی، یک هجوم بزرگی روی سعد بود، از دور این رو دیده بود که بعد از جنگ فرمودن برید ببینید که سعد ابن ربیع کجاست و سلام منو بهش برسونید ببینید حال و اخبارش چیه. کعب اومد و سعد رو پیدا کرد، 12 شمشیر و نیزه به اون اصابت کرده بود که هر یکیش به تنهایی کافی بود که اون رو از جا در بیاره. اما سعد همچنان نفسهای آخر رو اومد گفت که پیامبر به شما سلام میرسونه، گفت سلام بر شما و بر پیامبر و ببینید چی میگه. میگه که من دارم میرم، به یاران من، به انصاریان، به اهل مدینه بگید که سردارتون رفت، اما بگید که هرگز شما را نخواهم بخشید، که اگر در کالبد شما قطره خون باشه و به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم کمترین گزندی وارد بشه. این ایمان رو ببین که در این لحظه ای که انسان در وقت جان دادن هست، این همش چیه؟ حفظ دعوت در شخص رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. ای قوم من، همه تون کشته بشید اما نذارید که به پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم گزندی وارد بشه. خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شناخت دلیر مردی و پهلوانی و قدرتی که پیامبر داشتن، پیامبر وقتی که در احد ما حرف میزنیم از کسی میزنیم که 56 سال عمرشه، پیامبری که اینجا حال و اخبار یارانش رو یکی یکی میپرسه که فلانی کجاست فلانی کجاست، این پیامبری هست که الان ضربه خورده به سرش، این کلاخودی آهنین میخواش رفته توی صورت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، بینیشون شکسته است، دندانشون شکسته است، کل جسمشون خونه، خون بسیاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رفته. در این حالت ضعف شدید این پیرمرد 56 ساله یکی یکی افرادش رو دنبالشون هست که اینها چطورن و میاد اینها رو دفن میکنه. این شخصیت هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تربیت کردن، این دین دلاور مردان، دینی که مردانگی، انسانیت، کرامت، شجاعت و دلیری رو همراه با شیر مادر به فرزندان خودش تزریق میکنه، این دین نیاز هست که به فرزندان و به نسلهای آینده شناخته شده بشه. بس که ما خودمون رو بشناسیم در پرتو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و رمزها و پهلوانها و حیاتهای خودمون رو به ارث بگذاریم برای دیگران و قصه های دانمون منتونیم. تا دیداری دیگر همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم. اما را یا یاور.
يا رسول